این ویدیو قسمت دوم و آخر مبحث ظهور منجی و عصر آکواریوس است. در این قسمت برای اولین بار زمان دقیق ظهور را رمزگشایی می کنیم و به این موضوع می پردازیم. وقتی منجی ظهور کند چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ آیا آنطور که ادیان می گویند جهان به سمت آرامش و زیبایی می رود و یا حوادث وحشتناکی در راه است که ما از آنها بی خبریم؟ لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. با توجه به اطلاعاتی که در ویدیوی قبلی در مورد صورت فلکی 13 یعنی صورت فلکی حوا ارائه دادیم، متوجه شدیم این صورت فلکی به 3 شخصیت اشاره می کند: حوا، منجی و مار. حوا در واقع همان شخصیتی است که در ادیان مختلف به عنوان مادر معرفی شده، مادری که یک فرزند به دنیا می آورد تا نجات دهنده انسان ها باشد. برای مثال مادر در مصر باستان ایزیس الهه عشق است، در زرتشتی آناهیتا الهه آب است و در مسیحیت مریم مقدس است. بر همین اساس منجی‌ها نیز فرزندان این مادرها هستند که به ترتیب هورس فرزند ایزیس، سوشیانت فرزند آناهیتا و مسیح فرزند مریم است. جالب است بدانید در کتاب مقدس کاملاً واضح بیان شده که عدد 13 نماد مسیح است. حتی حرف اول اسم او یعنی جی 10 حروف از الف باز و حرف دوم نامش یعنی سی 3 حرف از الف باز که این دو جمعاً به عدد 13 اشاره می کنند. اما حالا سوال اینجاست که مار واقعاً نماد چه کسی است؟ طبق داستان آفرینش مار از ابتدا نماد شیطان بوده. برای مثال در کتاب مقدس از مار باغ عدن به عنوان شیطانی یاد می شود که شاهزاده این جهان، خدای این عصر و شاهزاده قدرت است. یعنی تا زمانی که این عصر به پایان نرسد و ما به طور کامل وارد عصر آکواریوس نشویم، دنیا همچنان به دست شیطان فرماندهی می شود. در مکاشفه یوحنا عیسی به رهبران دینی زمان خود میگوید: شما از پدرتان شیطان هستید و میخواهید که آرزوهای پدرتان را انجام دهید. او از ابتدا قاتل بود و در حقیقت نمی ایستاد، زیرا حقیقتی در او نیست. هنگامی که او صحبت میکند از منابع خود میگوید، زیرا او دروغگو و پدر شماست. بر اساس این گفته یعنی نه تنها خدای اصلی این عصر شیطان است، بلکه بسیاری از مردم نیز از فرزندان او هستند. به نظر می رسد یک اتفاق در آفرینش افتاده که ما از آن بی خبریم. اگر دنیا به دست خدا آفریده شده، پس چرا شیطان حاکم آن است؟ و اگر دنیا به دست شیطان خلق شده، چطور یک منجی در راه است تا انسانها را نجات دهد؟ این نمیتواند یک معامله ما بین خدا و شیطان باشد. احتمالاً از همان ابتدا جهان به دست دو نیروی برابر آفریده شده، نیروی مثبت و نیروی منفی. در واقع اگر نگاهی به تاریخ بیاندازیم، میبینیم که این احتمال خیلی هم دور از ذهن نیست، زیرا جهان ما تقریباً هر 1000 یک جنگ عظیم ما بین نور و تاریکی را تجربه کرده. برای مثال در مکاشفه آمده: فریب شیطان تا فرارسیدن زمان قضاوت ادامه خواهد داشت. پس از آمدن دوم مسیح، شیطان به مدت 1000 در گودال انداخته خواهد شد. سپس بعد از 1000 شیطان دوباره آزاد خواهد شد، ولی در نهایت او برای همیشه به آتش انداخته خواهد شد و به این ترتیب در پایان کار جهان به شکوه مندی خواهد رسید. در این صورت یعنی هر دوره 2000 که زمین چرخش خود را به دور یکی از صورت‌های فلکی آغاز می‌کند، جهان به 2 عصر 1000 مثبت و منفی تبدیل می‌شود.
لابسانگ رامپا که یک نویسنده در مورد ماورا بود و ادعا می کرد الهاماتی از دنیای ماورا دریافت می کند. در کتاب خود با نام فصلهایی از زندگی نوشته، در هر عصر 2000 ساله یک منجی ظهور می کند و این منجی به 12 یار نیاز دارد که 12 یار او نماد 12 صورت فلکی هستند. در عصر پیش روی ما، یعنی عصر آکواریوس، نیز یک منجی ظهور می کند، ولی درباره زمان دقیق ظهور او نظریات مختلفی وجود دارد. ادگار کیسی، پیشگوی معروف اهل آمریکا، در یکی از پیشگویی‌های خود گفت ظهور دوباره مسیح در سال 1998 اتفاق خواهد افتاد. منتقدانی که با نوشته‌های کیسی آشنا نیستند، خاطر نشان کردند سال 1998 آمد و رفت ولی ظهوری اتفاق نیفتاد. پس حتماً کیسی اشتباه کرده، زیرا منتقدان تصور می کنند در سال 1998 مسیح باید همراه با فرشتگان در آسمان ظاهر می شد و در حالی که جبرئیل در شیپور می دمید، اجساد مردگان هم از قبرها بر می خواستند. اما منطقی تر این است که مسیح مانند زندگی قبلی خود متولد شود و در جسمی جدید تناسخ یابد. از این رو اگر پیشگویی کیسی درست باشد و مسیح به این دنیا آمده باشد، به این معناست که اکنون مسیح در زمین حضور دارد و 25 ساله است. به باور مورخان، مسیح در زندگی پیشین خود در حدود 33 سالگی عروج کرده. حالا اگر ما تصور کنیم او بخواهد در همان سنی که عروج کرد مجدداً ظهور خود را اعلام کند، یعنی ما در سال 2031 با ظهور او روبرو خواهیم شد، دقیقاً یک سال پس از اینکه سند 2030 اجرا می شود. این سند شامل مجموعه ای از اهداف برای آینده سازی تمام دنیا هستند که در سال 2015 نوشته شد و از سال 2016 به مرور در حال انجام است. تمام کشورها موظفند که این سند را امضا کنند، ولی برخی کشورها از امضای آن سرباز می زنند، چون به طور کلی این سند به دنبال ایجاد یک نظم نوین جهانی است. سند 2030 از بسیاری جهت‌ها مفید به نظر می‌رسد. برای مثال در این سند اعلام شده فقر باید تا سال 2030 ریشه‌کن شود. اما آیا فکر می‌کنید حالا که فقط 7 سال تا فرا رسیدن سال 2030 باقی مانده، فقر در همین مدت کم به راحتی ریشه‌کن می‌شود؟ آن هم در صورتی که بیش از 10 سال است که بسیاری از انسان‌ها درگیر فقر هستند. طبق آمار جهانی، جمعیت جهان اکنون به 8 میلیارد نفر رسیده که این تعداد تا سال 2030 بیشتر هم می شود. اینجاست که باید نگاهی به متن سنگ‌های راهنمای جورجیا بیاندازیم. سنگ‌هایی که بسیاری معتقدند متن آن توسط فریماسون‌ها تنظیم شده. این الواح سنگی در ژوئن سال 1979 به دستور شخصی ناشناس با نام مستعار آرسی کریستیان که خود را از سوی گروهی به نام آمریکایی‌های وفادار معرفی کرده بود ساخته شدند، ولی در تاریخ 6 هفته سال 2022 یکی از الواح به دلیل بمب‌گذاری افراد ناشناس تخریب شد. سپس مقامات با بهانه خطرات ناشی از سقوط الواح دستور تخریب تمام آنها را دادند. این الواح شامل 10 فرمان بودند که به 8 زبان زنده دنیا، یعنی انگلیسی، اسپانیایی، سواحلی، هندی، عبری، عربی، چینی و روسی نوشته شده بود. متن آنها عبارتند از جمعیت انسانها را زیر 500 میلیون نفر در تعادل و توازن دائمی با طبیعت نگه دارید. تولید مثل را خردمندانه هدایت کنید. تناسب اندام و تنوع را بهبود بخشید.
بشریت رو با یک زبان زنده نو متحد کنید. اشتیاق، ایمان، سنت و همه چیز رو با عقل سالم و سنجیده اداره کنید. از مردم و ملت‌ها با قوانین عادلانه و دادگاه‌های عادلانه محافظت کنید. اجازه دهید تمام کشورها در حل اختلافات خارجی در یک دادگاه جهانی حکم شوند. از ایجاد قوانین جزئی و مقامات بیهوده دوری کنید. بین حقوق فردی و وظایف اجتماعی تعادل برقرار کنید. جایزه حقیقت، زیبایی، عشق به دنبال هماهنگی با بی‌نهایت. سرطان روی زمین نباشید. جایی برای طبیعت بگذارید. هرچند که این 10 فرمان برای زمین کارآمد هستند، اما قطعاً هیچ کس نمی‌خواهد جزء 7,500,000,000 نفر حذف شده باشد. همگی می‌خواهند جزء آن 500,000,000 نفر باقی مانده باشند تا بتوانند زندگی در دنیای جدید را تجربه کنند. البته ما برای اشاره به نکته دیگری متن این الواح را بازگو کردیم. آن هم این است که 10 فرمان الواح سنگی دقیقاً مشابه با متن سند 20C هستند. درست است که در سند به صورت مستقیم به کم کردن جمعیت اشاره نشده، ولی با شناخت کمی که از سیاستمداران جهان دارید، آیا فکر می‌کنید آنها فقر و گرسنگی را برای 8 میلیارد جمعیت ریشه‌کن می‌کنند؟ در واقع آنها در تلاش برای کم کردن جمعیت تا 500,000,000 نفر هستند. همچنین بر بالای 4 کتیبه مستطیلی شکل سنگ مربعی شکل وجود داشت که به 4 زبان یونانی کلاسیک، میخی بابلی، سانسکریت و هیروگلیف مصری نوشته شده بود. بگذارید اینها راهنمایی برای عصر آگاهی باشند. از آنجایی که هیچگاه مشخص نشد الواح سنگی توسط چه کسانی تخریب شدند، ممکن است تخریب آنها یک نشانه برای آغاز عصر جدید بوده باشد. نشانگر آغاز عصر آگاهی، هوشیاری و طلایی، یعنی عصر آکواریوس. چون ما هنوز به طور کامل وارد عصر آکواریوس نشدیم و قرار است که قوانین سند پیش از ظهور منجی اجرا شوند، باید پرسید آیا کسی که منتظر ظهور او هستیم واقعا منجی است؟ اگر او منجی حقیقی است، پس چطور میتواند اجازه دهد میلیاردها انسان قربانی شوند؟ عجیب اینجاست، در ادیان مختلف نیز اشاره شده زمانی که منجی ظهور میکند، تعداد بسیار زیادی از انسانها را که مخالف او هستند از بین میبرد. سوال من این است که کدام منجی میتواند این چنین بیرحم باشد و میلیاردها انسان را نابود کند؟ آن هم فقط به این دلیل که آنها از او و دینش پیروی نکردند. عجیبتر این است که در تارولوژی کارت 13 آغاز یک دوره جدید را نشان میدهد، اما این آغاز با مرگ همراه است. مرگی که اتفاق می افتد تا منجر به تولد دوباره شود. در این صورت به نظر می رسد شخصی که ظهور می کند، حتی اگر منجی هم باشد، ابتدا باید تعدادی فدای او شوند.